با درود و سلام خدمت بینندگان عزیز از شبکه ای بی ان سات کانال تلویزیونی آرامیه به شما خوش آمد میگم در یک درسی جدید از درس‌های کتاب مقدس شاگرد سازی در مسیحیت. امروز اومدیم صحبت کنیم درباره مادر و برادران عیسی مسیح. همونطوری که میدونیم همون خبر داریم که عیسی مسیح یک انسان کامل بود و از یک زن باکره‌ای به نام مریم متولد شده و اونجا مریم مادر مسیح یا مسیح پسر مریم نامیده می شود. پس اونجا شاگردان با عیسی مسیح جمع شده بودند و عیسی مسیح به اینا درس میداد، موعظه میکرد، شرح میداد، صحبت میکرد. همه دور عیسی مسیح جمع شده بودن به جز شاگردان. مردم اونجا یک تقریبا عده زیادی بودن، حرفهای عیسی مسیح رو گوش میکردن و صحبت میکردن. ناگهان مادر عیسی مسیح میاد و میخواد با عیسی مسیح صحبت کنه و برادران عیسی مسیح همراه مادر عیسی مسیح میان و میخوان با عیسی مسیح صحبت کنن. ولی اونجا مردم خیلی جمع شده بودن و اونجا دور عیسی مسیح تقریبا شلوغ شده بود و نتونستن به عیسی مسیح برسن، رو در رو باشن و باهاش صحبت کنن. یکی از شاگردان عیسی مسیح رو فرستادن و به اون شاگرد گفتن برو به عیسی مسیح خبر بده که ما اومدیم میخواهیم عیسی مسیح رو ملاقات کنیم و باهاش صحبت کنیم. و عیسی مسیح اینجا یک پاسخی خیلی عالی، بالاتر از تصور ما بشریت، بالاتر از تصور ما بشریت یک پاسخی داد. اونجا مردم حیران بودن، نمیدونن چی بگن. همونجا عیسی مسیح بهشون اعلام کرد که من خدایی که در جسد ظاهر شدم، برادر انسانی و مادر انسانی ندارم. همونطوری که قبلا درباره عیسی مسیح پیشگویی شده در مزامیر داوود، دوستان عزیز، در مزمور نوشته که خدا واسه خود جسدی تهیه کرد. خدا واسه خود جسد انسانی تهیه کرد، یعنی پیشگویی شده که خدا به طور انسان ظاهر می شود. پس اینجا منحصر نمیشه به اون زنی که خدا ازش جسم انسانی گرفته، همون مریم یا برادران عیسی مسیح. نه، قبل از مریم، قبل از شاگردان عیسی مسیح، قبل از برادران عیسی مسیح، خدا درباره خودش صحبت کرده، در عهد عتیق صحبت کرده که با جسد انسانی ظاهر می شود. اون مهم نیست جسد انسانی از کی گرفته بشه، چون همه ما انسانیم و از جنس ما این جسد رو گرفته تا بدون ما چی، مثلا چه زرجهایی می کشیم. خدا همه چی رو می دونه، ولی ما باید بدونیم که خدا شبیه ما انسانها ظاهر شد و با ما صحبت کرد. پس خیلی زیبا، خدا انسان را دوست دارد و انسان را به شبیه خود خلق کرده و به صورت انسان ظاهر شده و با انسان صحبت کرده و تعالیم مستقیم خداوند را بدون واسطه به ما منتقل شده و ما از طریق کتاب مقدس فهمیدیم که ما پسران خدا هستیم. یعنی اینایی که ایمان دارند به عیسی مسیح که تک فرزند خداست، فرزندان خدا خواهند شد. پس اینجا میتونم بگم هللویا، خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم که خدا این مقام رو به من داد که من فرزند خدا باشم، که از خطا پرهیز کنم. عیسی مسیح تشریعاتی به من نداد که من یک برگه رو بنویسم و تو جیب خودم بذارم و این برگه رو باید صبح یاد بخونم و مطالعه کنم که فلان چیز حرام است، فلان چیز حلال است، این کار رو باید بکنم، این کار رو باید نکنم. نه، فرزندان خدا، اگر من فرزند خدا شدم و روح القدس در قلب من ساکن شد، من میتونم تشخیص بدم این چیز خوب است یا این چیز بد است، این چیزو انجام بدم یا این چیزو انجام ندم. فرزند خدا شدم. پس تمام اینایی که عیسی مسیح رو قبول کردن به اینها حق داده که فرزند خدا باشن.
ولی برادران و مادر و برادران عیسی مسیح وقتی اومدن عیسی مسیح رو ملاقات کنن و اونجا قومی بودن با عیسی مسیح گوش میکردن، موعظه عیسی مسیح رو گوش میکردن، شاگردای عیسی مسیح دور اینا جمع شده بودن و میخوان ملاقات عیسی مسیح رو بکنن، ولی مردم شلوغ بود، نتونستن. یکی از شاگردان عیسی مسیح رو فرستادن و گفتن به عیسی مسیح خبر بده که ما اومدیم امروز میخواهیم با عیسی مسیح صحبت کنیم، میخواهیم ملاقات رو رو در رو با عیسی مسیح داشته باشیم. عیسی مسیح اینجا جواب داد، دوستان عزیز، انجیل متی و باب 12 از آیه 28 پاسخ داد عیسی مسیح: مادر من کیست و برادران من چه کسانی هستند؟ سپس با دست خود به سوی شاگردانش اشاره کرد و گفت: اینانند مادر و برادران من، زیرا هر که اراده مرا در آسمان است به جای آورد، برادر و خواهر و مادر من است. زیرا هر که اراده پدر، هر که اراده پدر رو در آسمان اجرا کنه، برادر و خواهر و مادر عیسی مسیح هستش. پس عیسی مسیح بین تمام مردم فرقی نگذاشته، نگفت این پدر منه، این مادر منه، این برادر منه، باید بیاد پیش من، من باش باس. گفت شما همتون برادران من هستید. به اون خواهرای خانومایی که اونجا وجود داشتن بودن، به اینا گفت تمام اینا مادرای من هستن. من جسم انسانی گرفتم، خدایی که در جسد انسان ظاهر شد و با مردم صحبت کرد. جنس بشریت من از شما هست، پس من آمدم که شما را به خداوند متعال آشتی بدم، آشنایی بدم که شما برادران و خواهران من هستید. پس تمام اینایی که ایمان آوردن به عیسی مسیح، تمامی که اینا ایمان آوردن به عیسی مسیح و اراده پدر، اراده خداوند رو همونطور که تو آسمون هست روی زمین اجرا کنند، پدران و خواهران و مادران و برادران عیسی مسیح هستن. همونطور که گفتیم پیشگویی شده، قبل از عیسی مسیح مزامیر، مزمور داوود برام 600 سال پیش، 600 سال قبل از عیسی مسیح صحبت میکرد که خدا در جسد انسانی ظاهر میشه، برای خود جسمی تهیه کرده. مزمور اینه میگه. پس عیسی مسیح دربارش پیشگویی شده که در جسم انسانی ظاهر میشه. مهم نیست جسمش از کدوم جنس بشریت گرفته میشه، هممون انسانیم، از جسم بشریت گرفته شده. از مریم باکره، همونطور که تو نبوت های عهد عتیق باید از زن باکره متولد بشه، باید از زن باکره متولد بشه و از مریم باکره متولد شد و خود مریم باکره واسه عیسی مسیح دعا میکرد، از عیسی مسیح میطلبید، خدایی که در جسد ظاهر شد. در زمان تولد عیسی مسیح گفت اونی که از شکم شما متولد میشه قدوس است. اون قدوس فقط اسم خداوند است. اونی که از شکمت خارج میشه قدوس است. امانوئل، خدا با ماست. پس خدا در جسد ظاهر شد و به ما حق داده که ما فرزندان خدا باشیم، برادران عیسی مسیح هستیم. خواهرایی که ما رو میشنون، مادران و خواهران عیسی مسیح هستند. پس عیسی مسیح این حق رو به من داد که من فرزند خدا باشم و همونطور که گفتم تشاریع و تعالیمی به من نداده که من صبح به صبح بلند بشم، باید بخونم، مطالعه کنم که از یادم نره این کارو بکنم یا این کارو نکنم. نه، فرزند خدا به من لایق نیست، دوستان عزیز، من فرزند خدا باشم و برم تو جمع مردم خودم نمیدونم منفجر کنم یا ترور کنم یا مردم رو بکشم. خدا آدم ها رو خلق کرده و تمام آدم ها رو دوست داره
و خودش گفت حتی دشمنان خود را دوست بدارید. پس نگفته من برم مردم را آزار بدم و باید خودم رو مراجعه کنم. من فرزند خدا هستم. من ایمان دارم به عیسی مسیح و این حق رو به من داد که من امروز فرزند خدا باشم. اگر امروز من قبول کردم و در دل خودم روح القدس رو گرفتم و فرزند خدا شدم، پس نمیتونم کاری رو خارج از اراده خداوند اجرا کنم و مردم رو بکشم. چون خداوند گفته تو کتاب مقدس، گفت خدا خورشید رو به همه میتابه، به همه آدم ها میتابه، شریر رو نمیدونم اینایی که اسم گذاشتم براشون تو کتاب مقدس. ما کلمه کافر نداریم، بلی کافر به همه خورشید میتابه، بارونش رو به همه میباره. پس خدا به اینا نعمت داده، هر کی هستن، هر دینی که دارن خدا بهشون نعمت داده. ما باید دعای خیر کنیم برای اینا که بیان خدای حقیقی رو بشناسن، نه اینکه برم اینا رو بکشم و اینا رو اذیت کنم و من ایمانم اجازه نمیده کار بکنم. نه، اینطور نیست. من فرزند خدا شدم. پس موضوع امروز ما مادر و برادران عیسی مسیح کی هستن؟ کیا هستن؟ او زنی که ازش متولد شد، اون مادرش مادر انسانیش هست، درسته، ولی تمام خواهرایی که ما رو میشنون مادر عیسی مسیح هستن. از جسم اینها گرفته شده، از جسد انسانی گرفته شده، خدایی که در جسد ظاهر شد. اگر میخوام انجیل یوحنا رو از اول انجیل یوحنا بخونم، در ابتدا کلمه بود، کلمه با خدا بود، کلمه خود خدا بود. دیگه نمیتونم بگم خدا، این مادر خداست، نیست، این برادر خداست، وجود نداره. پس جسم انسانی تو متا وارد شده که پسر فلان، پسر فلان از نسل داوود هست، در جسم انسانی از نسل داوود هست، ولی در ذاتن عیسی مسیح فرزند خداست و همه ما فرزند خدا هستیم. چون این حق رو به من داد، اگر من به عیسی مسیح ایمان بیارم، من از امروز فرزند خدا شدم. پس طبق اراده خدا حرکت میکنم، طبق اراده خدا در زندگیم اراده خدا رو پیاده میکنم و با اراده خدا زندگی میکنم. پس فرزند خدا شدم. خیلی زیبا کتاب مقدس درباره اینا صحبت کرده و ما صحبت بیشتری خواهیم داشت در این موضوع. یک توقف کوتاهی میکنیم دوستان عزیز و برمیگردیم این درس شیرین رو کامل میکنیم که بفهمیم ما جایگاه خودمون امروز در زندگی. ما فرزندان خدا هستیم بدون تمیز. لطفاً با ما بمونید، برمیگردیم. با عرض سلام مجدد دوستان عزیز، درس امروز کامل میکنیم مادر و برادران عیسی مسیح. همونطور که گفتیم نبوت درباره عیسی مسیح صحبت شده و در عهد عتیق، ما اگه میخوام امروز این موضوع عهد عتیق رو باز کنیم، به صدها قسمت نیاز داریم، به صدها ساعت وقت نیاز داریم. همونطور که قبلا من گفتم عهد عتیق 1500 سال وقت برده تا کامل شده. 40 پیامبر صحبت کردن، بیشتر از 300 نبوت، 330 نبوت، بیشتر از 330 نبوت درباره عیسی مسیح به حرف تحقیق شده. در زمان صلیب عیسی مسیح، وقتی عیسی مسیح مصلوب شد، تو اون 24 ساعت تقریبا صدها نبوت تحقیق یافته اونجا. چون مزمور درباره مصلوب شدن عیسی مسیح صحبت کرده که چطور اونو مصلوب کنن و لباسش قرعه کشی میکنن و چطور دستاش رو رو صلیب باز میکنن، چطور میخ میزنن. درباره اینا یکی به یکی نوشته شده. و عیسی مسیح وقتی رو صلیب بود به یهودیان اینو یکی به یکی میگفت مگه تورات رو نخوندید؟ درباره من اینو نوشته و این کار دارید شما انجام میدید.
پس کجایی هستید؟ بیشتر از یهودیان اونجا به عیسی مسیح ایمان آوردن و شاگردای عیسی مسیح از همون قوم یهود بودن و بولس رسول یهودی بود، یوحنا یهودی بود. پس اونجا یهودیان ایمان آوردن بعضیاشون، و بعضیاشون از ترس مملکت و از ترس حکم و حکمرانی و مردم رو پول دوست داشتن و فکر کردن عیسی مسیح اومده اینا رو از رومان، چون کشور یهودیه از رومان اشغال بوده، یعنی محتل بوده اونجا، بعد اومدن فکر میکردن که عیسی مسیح اومده با شمشیر میخواد رومان رو بکشه و کشور رو به یهودیا بده و خوشحال بودن. و وقتی گفت مملکت من از این عالم نیست، اینا دست کشیدن، گفتن به تو اومدی برای چی؟ ما منتظر مسیح هستیم. و من مسیحم. گفتن پس باید ما رو خلاص کنی. و من شما رو خلاص کنم از گناه، از گناه خلاص میکنم. و شروع کرد به تعالیم دادن که ما باید اول خدا رو بشناسیم و برای خدا دعا کنیم و خدا هر شری که داریم خدا برطرف میکنه. پس اینطور نیست که من اومدم با شمشیر مردم رو بکشم و برای شما نمیدونم رئیس جنگ و اینا بشم، نیست. پس عیسی مسیح اومده ما رو با خدا آشتی بده و ما رو به خدای حقیقی معرفی کنه و نبوت ها درباره این نوشته شده. پس عیسی مسیح همونطور که گفتیم، مادر و برادران عیسی مسیح، دوستان عزیز، این قصه تو کتاب مقدس، انجیل کتاب مقدس وارد شده، جاهای زیادی ازش اشاره شده. ما از انجیل متا خوندیم، الان از انجیل لوقا بخونیم و تو انجیل مرقس هم هستش. پس عیسی مسیح به من حق داده که من فرزند خدا باشم. پس فرزند خدا اینایی که به خدا ایمان دارن، اینایی که به خدا ایمان آوردن. پس اینجا تو انجیل لوقا باب 8 از آیه 9 شروع میشه. در این هنگام مادر و برادران عیسی آمدند تا او را ببینند، اما ازدحام جمعیت چندانی بود که نتوانستند به او نزدیک شوند. پس به وی خبر دادند که مادر و برادرانت بیرون ایستادند و میخواهند تو را ببینند. در پاسخ گفت: مادر و برادران من کسانی هستند که کلام خدا را میشنوند و به آن عمل میکنند. پس عیسی مسیح اینجا جالب گفت برادران من و مادر من، اونی که کلام خدا را میشنود و به آن عمل میکند. برادر من اونی که کلام خدا رو میشنوه و به آن عمل میکنه. برادر من اونی نیست که از جسم انسانی به خدایی که در جسم انسانی ظاهر شد، و چون در جسم انسانی ظاهر شد از اون مریم باکره، پس هر که نسلش به مریم باکره نزدیک است میشه برادر عیسی مسیح. نه، برادر عیسی مسیح کسی که کلام خدا را اطاعت میکنه و به کلام خدا عمل میکنه. پس ما، چون عیسی مسیح گفت تمام اینایی که اونو قبول کردن، یعنی من قبول کردم که عیسی مسیح به جای من روی صلیب آمد و تمام گناهانم رو گرفت، پس من امروز فرزند خدا شدم. این حق رو به من داد که من فرزند خدا باشم. و همینطوری که در قسمت اول برنامه گفتم، فرزند خدا از طریق روح القدس تعالیم تازه‌ای میگیره، روز به روز تعالیم تازه‌ای میگیره و در راه خدا راست حرکت میکنه. در راه خدا راست حرکت میکنه. نمیگم خطا نمیکنه، چون ما همون انسانیم، هممون خطاکاریم و هممون خطا میکنیم، ولی ما سعی میکنیم با دعا، با راز و نیاز با خداوند، این خطاها رو کم کم میکنیم تا خطاها رو قطع کنیم کامل و طبق کلام خدا عمل میکنیم. پس عیسی مسیح اینجا خوب اشاره کرده به گفت برادران و خواهران من، مادر و برادران من، اونایی که کلام خدا را اطاعت میکنند و به آن عمل میکنند. کتاب نوشته زنا نکن. من
امروز که فرزند خدا هستم به من لایق نیست من برم زنا کنم. که تعالیم عیسی مسیح گفته باید با یک زن ازدواج کنی. به من لایق نیست که من فرزند خدا باشم برم با یه زن دیگه ازدواج کنم و دو تا یا سه تا زن داشته باشم. همونطور زن نباید با دو تا یا سه تا شوهر ازدواج کنم. پس این تعالیم من باید از این تعالیم اطاعت کنم. دروغ نگو. کلامی که میخوام بگم بله یا خیر. این کار کردی؟ بله این کار کردم. این کار کردی؟ این کار نکردم. تموم شد. اگر راست باشه بگم بله. اگر دور از حقیقت باشه بگم خیر. ولی اگر خطا کردم، چون هممون انسانیم، همون خطا میکنیم، زیر فشار، زیر اجبار، چیزای زیر، میام پیش عیسی مسیح و دعا میکنم. ای خدای زنده، ای خدای من، ای خدای مهربون، من امروز خطا کردم، من فرزند تو هستم. پدر فرزند خودش رو میبخشه. من فرزند تو هستم، من این خطا رو کردم. اجباری خطا رو کردم، خدا میدونه من اجباری بود یا عمدنی کاری کردم. پس خدا منو میبخشه و وقتی منو بخشید من نباید اینو تکرار کنم و بیام دوباره. خدا همه چی رو میدونه، این بازی نیست، این ایمانه. همونطور که گفتم مسیحیت دین نیست، علاقه شخصی من با خداونده بدون واسطه. من به خدای زنده ایمان دارم. من با خدای زنده هر روز صحبت میکنم. سر سفره غذا من خدا رو شکر میکنم که این نعمت رو به من داد. ای خدا ازت میخوام تمام فقیرایی که ندارم بهشون بدی بخورن. پس باید دعای خیر کنم برای اونایی که حتی نمیشناسم. عیسی مسیح گفته اگر فقط به اونایی که دوستشون داری سلام کنی، با مردم شریر چه فرقی داری؟ اینا هم همینطور عمل میکنن. پس تو که مسیح هستی باید به همه سلام کنی. باید همه رو دوست داشته باشی. باید به همه نزدیک کنی و برای همه دعای خیر کنی. این تعالیمی که من اگر از این تعالیم اطاعت کنم و این تعالیم رو در زندگی روزمره خودم پیاده کنم، من فرزند خدا شدم. خدا این قوت رو به من میده، در دل من قوی میکنه از طریق روح القدس. من دیگه خطا نمی کنم و اگر خطا کردم میام پیش عیسی مسیح دعا میکنم، ای خداوند من خطا کردم. و خودت میدونی اون خطاری که انجام دادم سر اجبار بود، سر غفلت بود، سر نادانی بود. خدا من میبخشه و قوت به هم میده که بار دیگه من خطا نکنم. دوستان عزیز، مسیحیت دین نیست، مسیحیت علاقه زنده با خدای زنده. خدای ما زنده است و دعاهای ما رو میشنوه و مستجاب میکنه. اگر سر راه خدا راه برم. در قسمت قبلی ما درباره بشارت صحبت کردیم و گفتیم ما هم باید چطور بشارت بدیم و چطور مردم رو به عیسی مسیح کسب کنیم، باهاشون صحبت کنیم با محبت. اولین کار، اولین قدم باید من محبت داشته باشم. کسی که میخوام برم باش صحبت کنم باید تو دلم اون محبت رو دارم که اگر گفت قبول نکنم، نه کتاب مقدس نه عیسی مسیح، باز هم دوستش داشته باشم و باز هم براش دعا کنم. نه ازش ناراحت بشم و بگم تو میری جهنم. نه، اون دست خداست. من فرزند خدا هستم و کلام خدا رو به دیگران منتقل میکنم، ولی حاکم اصلی خداوند است. دوستان عزیز، پس ما باید به یاد داشته باشیم که ما امروز فرزندان خدا هستیم. اینایی که به عیسی مسیح ایمان آوردن بنده خدا نیستند، بلکه فرزند خدا شدند. با قوت روح القدس ما فرزند خدا شدیم. پس عیسی مسیح گفت من چیزی رو حلال نمی کنم، چیزی رو حرام نمی کنم. ولی فرزند خدا هستید، روح القدس در شما ساکن می شود و به شما یاد می دهد این حلال است یا این حرام است.
پس من میخوام کاری بکنم، باید به خودم، شخصیتم نگاه کنم، به موقعیم، به زندگیم نگاه کنم. من فرزند خدا هستم، این کارو بکنم یا این کارو نکنم. با دعا از خدا میطلبم، دست دراز میکنم، ای خداوند من میخوام این کارو بکنم، آیا این کارو بکنم یا نکنم. درباره صبر صحبت کردیم در قسمت های گذشته، یک کم صبر داشته باشم و دعا می کنم، ای خدای بزرگ من با صبر و ایمان طلبیدم، با من صحبت کن. کسانی که این تجربه نکردن، از امروز من دعوت می کنم تجربه کنید، کتاب مقدس رو بخونید و روح القدس رو بطلبید. خدا در شما ساکن میشه و با شما صحبت می کنه. خدای زنده خدا از ما دور نیست، جسد انسانی گرفت و بین ما ظاهر شد و به من این حق رو داد که من فرزند خدا باشم. ای پدر آسمونی من، من فرزند خودم، ای پدر، با پدر خودم صحبت میکنم، این کارو بکنم یا این کار، لطفا منو ارشاد کن، راهنمایی کن. راهنمایی میکنه دوستان عزیز. من دعا میکنم، ای پدر آسمونی، به نام عیسی مسیح، دوستانی که ما را شنیدن، دوستانی که ما را مشاهده می کنن، ای پدر آسمانی به اینم برکت بده، قوت بده، روح القدس را بریز، ای خداوند متعال به اینا قوت بده که کلام خود تو را بشنون و به کلام تو اطاعت و عمل کنن. به نام عیسی مسیح با شکر و سپاس، آمین. آمین دوستان عزیز، لطفا منتظر ما باشید، در قسمت های بعدی صحبت بیشتری خواهیم داشت. به امید دیدار.